یکشنبه 14 مرداد قرار بود دومین جلسه دادگاه وریشه مرادی عضو سازمانی به نام جامعه زنان آزاد شرق کردستان در شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی صلواتی برگزار بشه، ولی این فعال سیاسی کرد به نشانه اعتراض به صدور حکم اعدام برای شریفه محمدی و پخشان عزیزی به دادگاه نرفت و اعلام کرد که دادگاهی که حکم عادلانه صادر نمی‌کنه رو به رسمیت نمی‌شناسه. در بخشی از این نامه دفاعی خانم مرادی که زندانی سیاسی در بند زنان زندان اوینه اومده، احکام ناعادلانه اعدام فعالین زن شریفه محمدی و پخشان عزیزی در فاصله کمتر از یک ماه اقرار جمهوری اسلامی به ناکارآمدی و درماندگی سیاسی شه. خانم مرادی تأکید کرده که تظاهر به قدرتمند بودن دولت جدید، ایجاد رعب و وحشت و گسترش سرکوب در آستانه انقلاب ژنژیان آزادی خیالی باطل بیش نیست. در خبر دیگه، سازمان حقوق بشر ایران روز شنبه 13 مرداد در گزارش ماهانه خودش با اعلام این موضوع که ماشین اعدام جمهوری اسلامی بار دیگه سرعت گرفته اعلام کرد در 7 ماه نخست سال جاری میلادی دست کم 300 نفر در ایران اعدام شدند. 42 شهروند بلوچ، 20 شهروند کرد، 20 شهروند افغانستانی و 15 زن در میان اعدام شدگان 7 ماه گذشته بودند. اتهام 172 تن از اعدام شدگان مربوط به مواد مخدر گزارش شده. پس از یک کاهش نسبی در اجرای احکام اعدام در حد فاصل مرگ ابراهیم رئیسی و پایان دور دوم انتخابات ریاست جمهوری که از 19 می تا 5 ژوئیه بوده، تعداد اعدام شده ها در ماه ژوئیه به دست کم 49 نفر رسیده که احکام 36 نفرشون فقط در 11 روز پایانی ماه جاری شده اجرا شده. در خبر دیگه، زارا اسماعیلی هنرمند جوان اهل کرج که اجراهاش بدون حجاب اجباری در مکانهای عمومی بارها در فضای مجازی به اشتراک گذاشته شده، بعد از 10 روز که بازداشت شده هنوز در بلا تکلیفی به سر میبره. فراواز خواننده موسیقی جاز و بلوز ایرانی در آلمان ویدیوی روز شنبه 13 مرداد در اکانت اکس خودش منتشر کرد که بخشش رو آماده کردیم با هم ببینیم. پنجشنبه هفته گذشته زارا در خونه‌اش توسط پلیس جمهوری اسلامی دستگیر شده. این زارا یک خواننده زن خیابونی ساکن کرج که همیشه خیلی زیاد در اکباتان و باغ فردوس تهران و همینطور جاهای دیگه اجرای خیابونی برگزار می‌کرد. و در خبری دیگه، ماهان مهرابی خواهر محمود مهرابی از بازداشت شدگان اعتراضات 1401 در واکنش به حکم 6 سال حبس برای خواهرش مریم مهرابی ویدیویی رو منتشر کرده و گفته خواهرم مریم مهرابی رو در دادگاه کتک زدن و مریم با چهره خونالود در دادگاه حضور داشته. درود بر شما. من خواهر محمود مهرابی زندانی سیاسی محکوم به اعدام هستم. خواهر مریم مهرابی، خواهر دادخواهم که به جرم دادخواهی اون رو دستگیر کردید و امروز اون رو به 6 سال حبس تعزیری، 2 سال محرومیت از خدمت، 2 سال ممنوع خروجی اون رو محکوم کردید به اتهام تبلیغ علیه نظام و تشویق مردم به کشت و کشتار. وقتی مریم مهرابی دستگیر کردید گفتید فردا آزادی. چند تا سوال داریم. الان بیشتر از 40 روزه که مریم مهرابی رو گرفتید، بدون داشتن حق وکیل براش دادگاه گرفتید، حکم دادید. یک پرونده در دادگاه انقلاب، یک پرونده در دادگاه نیکبخت اصفهان. پشت شما کیه؟ پشت این پرونده سازی ها کیه؟ مگه نه اینکه فقط مریم مهرابی به حکم برادرم اعتراض کرده بود؟ مگه نه اینکه او فقط یک دادخواهه؟ شما که مأمور میفرستید منزل ماما رو تهدید میکنن به اینکه پسر فلان مجتهد اصفهانی آیت الله ناصر در دستگاه قضاست و هر کاری بخواد میکنه. دستشون بازه. بله، سال هاست که ما میدونیم دست سعید باقری بازه، دست فرشته صالحی بازه برای پرونده سازی. محمود مهرابی شهامت کرد، از فسادهای شما گفت. ما جلوتون میایستیم، کوتاه نمیاییم. با این پرونده سازی ها، با این حکم ها، ما کوتاه نمیاییم، قوی تر میشیم، میجنگیم. مریم خواهر دادخواهم را آزاد کنید، برادر شجاعم محمود مهرابی را آزاد کنید. امروز خواهرم مریم مهرابی وقتی که به
حکمش به رأی دادگاه اعتراض میکنه، خواهرم رو مورد ضرب و شتم قرار دادید، به سرش زدید و دچار خونریزی شده، خونریزی دماغ و دچار سردرد و سرگیجه شده. صدای مریم مهرابی باشید. پیام این را هم اشاره کنم که مریم مهرابی وکیل نداشته، از زمان بازداشتش در 29 خرداد 1403 در سلول انفرادی زندانی بوده و از ملاقات و تماس با خانواده هم محروم بوده.